لینا علم، بازیگر سینما، تلویزیون و فعال حقوق زنان و همچنین از صدزن برگزیده بی بی سی از کالیفرنیا با ماست. خوش آمدید به برنامه خانم علم. ابتدا میخوام بدونم که چقدر شما الان نگران وضعیت همکاران زنتون در افغانستان هستید؟ شرایطی که اونا فعلا در زندگی میکنن خیلی خیلی دشوار است. هیچ روز نیست که ما پیامی از کسی نگیرم، از همکارای خود، نه تنها از همکارای خود بلکه از مردم در هر رشته‌ای که کار کردن و وظیفه های خود از دست دادن و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی رنج میبرن پیام میگیرم و خیلی شرایط زندگی مردم در مجموع خیلی خراب است در افغانستان. خانم علم، شما از طریق هنر تلاش کردید که در افغانستان تغییر ایجاد بکنید. فکر میکنید که با روی کار آمدن طالبان عرصه برای حضور زنان در هنر به چه شکل خواهد بود؟ اصلا وضع کاری هنرمندا معلوم است، یعنی همه واقف هستند که وظیفه های خود از دست دادن. تئاتر بند است، سینما بند است و حضور زنان اصلا منع کردن. واضح است که پیش بردن نمیتونن هنر خود، بازیگران مخصوصا اصلا دیگه حضور پیدا کردن نمیتونن به سریال، فیلم و دیگر ها. اصلا زنا را یک چادر سیاه بالایشان انداختن و دفن کردن. حضور زن اصلا برشون مهم نیست و اصلا بالاش کار نمی کنن. شما از جمله کارهایی که انجام دادید ضبط مونولوگ هایی در این باره است که اجازه بدید یه بخشش رو با هم ببینیم. برمی گردیم. Wait. It's them. My sons. Hello? بله؟ موتر؟ They want the car. The car. But no. I cannot send the car. I don't have control over cars. I have no money to send. Where are you? Could you ask them? Why aren't you closed? معلم، میتونم خواهش کنم که توضیح به ما بدید درباره این قطعه که با هم دیدیم؟ بله، مونولوگا از طرف الیر رایتر سنتر تهیه شده، از گرفته شده از مصاحبه های حقیقی اشخاصی که یا در افغانستان هستن یا در بردرها هستن و تلاش دارن از افغانستان بیرون شون یا در کمپ ها هستن. به نام یک پروژه به نام صدای افغانستان کار کردیم که مونولوگا از قسمت که گفتم از انترویو یا مصاحبه های حقیقی وربیتم کلمه به کلمه گرفته شده و این صداها را ما کوشش کردیم که بخوانیم و حالت که دشواره که مردم افغانستان در هر گوشه ازش رنج میبرن به گوش جهانیان برسانیم. مقصد از این پروژه همین بود و این بخشی که ما خواندم از یک خانم هنرپیشه است که ما همراهش کار کردیم. با سریال شیرین همراه ما بودن، در دیگه فیلم های یک هنرپیشه تئاتر و فیلم و تلویزیون هستن و اینا متاسفانه نتونستن با جمعی که به فرانسه باید میرفتن نتونستن، چون اولادهایشان اجازه نداشتن که برن. خودشان میتونستن برن اما یک مادر چطور میتونه بدون اولادهای خود برا، یعنی مملکت ترک کنه؟ این دردها و این رنجهای او اشخاص است که ما کوشش کردیم بخوانیم تا بتونه دنیا جلب، یعنی جلب توجه دنیا شود و
و نه تنها خانم هنرپیشه، ما داریم یک والی زن در افغانستان فعلا که یکی از مونولوگا همچنان از اوناست، از مصاحبه از اوناست، و هنرمندا، ژورنالیستا حالتشون خوب به همگی معلوم است. و مقصد ما از آواز افغانستان، پروژه آواز افغانستان همی بودن. فکر میکنید که از خارج از افغانستان چطور میشه کمک کرد به وضعیت در داخل؟ خب ما در کوشش داریم که کسایی که مانده و از لحاظ اقتصادی و امنیتی رنج میبرن، مخصوصا هنرمندا، بازیگرای زن و ژورنالیستا و بعضی حتی سیاسیون، مثلا خانم والی که در افغانستان مانده، ما کوشش داریم که از طریق این برنامه های تئاتر و حتی یک فیلمی از ما است به نام شیرین که داره نمایش میخوره و ما بتانیم پولی که جمع میشه هم ماهانه ما اونا را کمک کنیم از لحاظ اقتصادی، و در مهمتر از او ما فعلا کوشش ما جدن همی است که اونا را بتانیم از افغانستان بیرو بیاریم، جایی که اونا بتانن کار خود پیش ببرن و آزادانه هنرشان دیده شود و کار کنند. متشکرم خانم لینا علم، بازیگر سینما، تلویزیون و فعال حقوق زنان و از جمله زنان برگزیده بی بی سی جهانی. ممنون از حضورتون در برنامه. تشکر که من داشتم.